مقام في الذرى صعب المنالي، بلوغ رقيه شبه المحالي، رافع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، رفيع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. له آل النبي الغر نالوا، فآل المصطفى أكرم بآلي. ميامين عمالقة عظام، بدين محمد بالغ المعالي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم الآية، صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله وضع الحق على لسان عمر، أو كما قال، رواه أحمد. خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی، علاقمندان برنامه الگوهای هدایت، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. در جلسه گذشته پیرامون عدالت و مساوات که در خلافت سیدنا عمر بود، نمونه را، یکی دو نمونه را اشاره شد. عدالت و مساوات گفتیم که چگونه در خلافت سیدنا عمر به وجود آمد. اولا فضل الله سبحانه و تعالی، و ثانیا توجه سیدنا عمر نسبت به خود و خانواده که عدالت را از خود شروع کند، از خانواده خود شروع کند و از اقوام و خویشاوندان خود و از زیر دستان خود. سیدنا عمر رضی الله عنه، اگر از عدالتش هرچی بگوییم انوز هم کم گفتیم. نمونه دیگر مسئله این که سیدنا عمر شبها در کوچه های مدینه گشت می کردن، در کوچه های مدینه می گشتن تا اینکه واقف بشن که مردم چگونه زندگی دارن، چگونه زندگی می کنن، چی کسی سیر هست، چی کسی گرسنه هست، چی کسی بالاخره دچار مشکل شده باشه که عمر از او غافل باشه. عادت سیدنا عمر این بود که شبها در کوچه های مدینه و بیرون از مدینه گشت داشتن و عبور می کردن تا اینکه از وضعیت و حال و احوال زیر دستان خود واقف بشن. شبی از شبها سیدنا عمر در حال گشت بودن که در یک کوچه عبور کردن، نگاه کردن که اطفال در حال گریه هستن، گریه می کنن و مادرشان آتش روشن کرده و یک دیک بر سر آتش گذاشته هست و مصروف پخت و پز هست. لحظات سیدنا عمر رضی الله عنه استاد شدن، دیدن که از این دیک این مادر چیزی به فرزندانش نمی دهد و فقط اونها را مصروف و مشغول نگه می دارد. سیدنا عمر رضی الله عنه آمدن پیش این مادر که چرا این اطفال گریه می کنن و چرا به اینها چیزی نمی دهی که اینها تناول کنن و بخورن.
لحظه متوجه باش خواهر و برادر، اینها اسوه های دین بودن، فاروق اعظم، امیر المؤمنین، حاکم مسلمان ها. سیدنا عمر وقتی سوال می کند که چرا برای این اطفال غذا نمی دهید که بخورن و بنوشن و بخوابن، این زن جواب می دهد که چیزی در خانه ما نیست و من فقط این اطفال را مصروف می کنم تا اینکه اونها مشغول بشن و مصروف بشن و خواب بیایه و اونها را خواب بگیره و خواب ببره و فردا من غذای برای اینها به دست بیاورم و اونها را غذا بدهم. داخل این دیگ فقط آب هست، دیگر چیزی نیست. من اونها را مصروف می کنم که یعنی داخل این دیگ چیزی هست. سیدنا عمر حرکت می کنن رو به طرف بیت المال، رو به طرف خزانه مسلمان ها. سیدنا عمر می آین، غذا را بر می دارن. او کسی که وظیفه داره در اونجا هست، چی می گوید؟ می گوید بدهید که من این را ببرم. شما این را در پشت کرده و حرکت می کنید. و در بعضی اقوال می آورد که فرزندشان عبدالله هم رایشان بود، میگه پدر بده که من این را ببرم. سیدنا عمر با دست می زند بر سینه اش، میگه آیا در حشر هم می آیی عوض عمر جواب می دی؟ آیا در قیامت می آیید گناهان عمر را بر پشت خود حمل می کنید؟ بگذار که من به پیشگاه الله مسئولیت دارم. سیدنا عمر خلیفه مسلمان ها، امیر المؤمنین، غذا را بر پشت انداخته و حرکت می کنند، می آیند در کنار این مادر می نشینند و غذا را بر دیگ می گذارند و آتش روشن و غذا را می پزند، بر کاسه با او ظرف قرار می دهند و برای مادر می گن برو اطفال را غذا بده. اطفال را غذا بدی. مادر میگوید که من غذا را آماده میکنم، شما زحمت نکشید، شما بالاخره خود را به زحمت نیندازید. مادر نمیشناسد، این زن نمیشناسد که این امیرالمؤمنین هست. سیدنا عمر میگوید که من گریه اطفال را دیدم، تا خنده اطفال را نبینم از اینجا نمیروم. خود سیدنا عمر، خود امیر المؤمنین آتش می کند، خود امیر المؤمنین غذا را می پزد و برای مادر می گید برو بر دهن اطفال بگذار که من خنده اونها را ببینم. امت اسلامی که سربلند بود چنین امیر المؤمنینی داشت. امت اسلامی دارای شأن و شوکت بود که چنین امیر المؤمنینی داشت. ای عمر کجایی تو تا کنی ما را شادان؟ ای عمر کجایی که همانطوری که گفتی خنده اطفال را ببینم، کجایی که بار دیگر بیایی امتی که امروز همه گریه می کند و در حال گریان هست، امت را بخندانی؟ کجایی که امت افسرده را از این افسردگی نجات؟ سیدنا عمر وقتی که خنده اطفال را میبیند، این مادر چی میگوید در این لحظه؟ نمیشناسد که این امیر المؤمنین هست. مادر میگوید که ای کاش در جای عمر تو خلیفه مسلمان ها میبودی. الله اکبر، تو خلیفه مسلمان ها میبودی. سیدنا عمر اشکان مبارک می ریزد و حرکت می کنن. این نمونه از عدالت و مساوات و توجه به رعیت
در زمان خلیفه دوم اسلام فاروق اعظم. این همین نمونه اگر وقتی که نگاه کنیم سیدنا عمر در کوچه های مدینه عبور می کنن و متوجه می شوند که در یک خانه یک برادر به دروازه خانه نشسته هست و غمگین و محزون، چرا برادر به اینجا نشسته هستی؟ گفت که خانم من می خواد طفل به دنیا بیاورد و در خانه ما چیزی نیست، حتی روغنی نیست، غذایی نیست، لباسی نیست که به تن او طفل شود. سیدنا عمر حرکت می کنند، امیر المؤمنین حرکت می کنند، می آیند در خانه، خانم خود را گرفته با او وسائل و اسبابی که در اونجا به کار بود بر می دارند، می رن برای این مرد می گن اجازه بدی که خانم من بره در کنار خانم تو به عنوان پاواز و خادم قرار بگیره. خانم امیر المؤمنین، خانم فاروق اعظم، میای به عنوان یک خدمه در کنار رعیت عمر قرار میگیره. الله اکبر. این مرد نمیدانه که این امیر المؤمنین هست و این زن، زن امیر المؤمنین هست. بعد از اینکه طفل به دنیا می آید، خانم حضرت عمر بیرون می شود، صدا می کند یا امیر المؤمنین، برای این فرد مژده و بشارت بدهید که خدا برای شما فرزند داد. وقتی که خانم حضرت عمر صدا می کند یا امیر المؤمنین، فرد تکان می خورد. شما امیر المؤمنین هستید؟ فدای شما، شما فاروق اعظم، عمر فاروق هستید و این همسر شماست که در این نیمه شب آمده در خدمت همسر من. الله اکبر، الله اکبر. هزاران درود و سلام بر روح پاکت ای عمر الفاروق. به این همه عدل و عدالت، به این همه مساوات و با این همه زهد و تقوا و پرهیزگاری و توجهی که به رعیت خود داشتی، درود خدا و رحمت خدا بر تو باد ای فاروق اعظم. این نمونه دیگر از عدالت و مساوات و خداجویی و خدا ترسی سیدنا عمر رضی الله عنه. انشاءالله ادامه نمونه های از عدالت سیدنا عمر و زهد و تقوای سیدنا عمر و خدا ترسی سیدنا عمر بعد از یک میان برنامه انشاءالله با ما باشید. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعون لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. بيقين الله از مؤمنان که در زیر درخت با تو بیعت کردند راضی شده است. او از آنچه در دلهایشان می گذشت آگاه بود، پس آرامش را بر آنان نازل کرد و پیروزی نزدیکی به آنان پاداش داد. خدمت همه عزیزان و بزرگواران مجدداً السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. قبل از میان برنامه
ارتباط به برخورد سیدنا عمر نسبت به رعیتش بیان شد. حالا اگر نگاهی بیندازیم به حکام امروزی، به زعمای کشورهای اسلامی، به کسانی که خود را وارث سیدنا عمر می دانند و خود را وارث خلفاء الراشدین و می گویند که ما راه اونها را ادامه می دیم و ما اونها را دوست داریم و ما به راهی که اونها روان شدن ما روانیم، آیا واقعیت دارد؟ آیا در حقیقت حکام امروزی به راه سیدنا عمر روان هستند؟ زهد و تقوا و پرهیزگاری و خدا ترسی و عدالت و مساوات سیدنا عمر را نمونتاً اشاره کردیم. اکثریت حکام امروزی غذای خوب، غذای خوب به سفره ایشان دیده میشه. حاکمی که همیشه در سفره اش غذای خوب باشه، غذاهای رنگارنگ باشه، آیا او از حال فقرا و مستضعفین واقف میشه؟ حاکمی که همیشه سیر بخوابه، آیا او از شکم گرسنه واقف میشه؟ سیدنا عمر میگه والله قسم سیر نمیخوابم تا رعیت من گرسنه باشه. قرآن چی زیبا میفرماید: لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. تنها به این نمیشه که انسان روی خود را به طرف مشرق و مغرب بکنه. لیس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. تنها نمیشه که حکام بگن ما نماز میخوانیم. خیلی از دوستا میگن فلان رئیس جمهور را ببینید که ما او را در نماز دیدیم، او را در طواف دیدیم، او را بالاخره در صوم و زکات دیدیم. لیس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة والمفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا آية مباركة إشارة ميكونت كي أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. آية مباركة هست، کمک برای فقرا، برای مساکین، برای مستضعفین، برای بینوایان، توجه به زیر دستان، اینها نشانه نشانه ایمان هست. پس زعیم و حاکمی که همیشه سیر بخوابه، او از حال رعیت فقیر و گرسنه خود چگونه واقف شود؟ امروز میبینیم حکام اکثرا وقتی که لوکسترین دسترخان دسترخانشان باشه، لوکسترین موتر را سوار میشه، لوکسترین خانه را مینشینه. وقتی لوکسترین موتر بود، پیشرفته ترین موتر بود، پیشرفته ترین خانه و زندگی و سامان خانه بود، او از رعیت فقیر چی واقف میشه؟ او از حال او کسی که رنج داره و درد داره و در فقر و بیچارگی میسوزه، ای چگونه واقف میشه؟ انسان که درد گرسنگی کشید از گرسنه واقف میشه، انسانی که درد بیچارگی کشید از حال بیچاره واقف میشه. دیگر این که هنگامی که میبینیم یک زعیم و اکثر حکام امروزی در جایی که لوکسترین خانه را مینشینن، لوکسترین دسترخان و بالاخره سفره را دارن،
بهترین غذا را تناول میکنن، در شرایط امروزی وقتی که اسفالت هست سرک خانهشان را بهترین اسفالت میشه، بهترین گل و گلکاری میشه، بهترین توجه میشه. خب وقتی که اینها را در اطراف خود میبینه، از رعیت فقیر و مسکین و بیچاره ای که خانه اش نه در داره و نه سر، از حال او چگونه واقف شود؟ سیدنا عمر رضی الله عنه همانند رعیت خود زندگی میکرد، همانند فقیرترین رعیت زندگی میکرد تا از حال فقرا و مستضعفین و مساکین واقف بشه. اکثرا حکام امروزی هنگامی که برق در کشور آورده میشه، قوی ترین فاس به خانه حاکم و بالاخره زعیم و مسئول و رئیس جمهور داخل میشه که برقش هیچ وقت قطع نشه، هیچ وقت ضعیف نشه. خب وقتی برق قطع نشد، از خانه اش ضعیف نشد، او از حال او خانه تاریک، از حال او خانه فقیر، از حال او محلی که خلاصه در آنجا به تاریکی مردم به سر میبره، او چگونه واقف بشه؟ درد و رنج تاریکی برق نکشیده. پس اینها نمیتوانن ادعا کنن که ما راه فاروق اعظم را تعقیب کردیم، ما راه عمر ابن الخطاب را تعقیب کردیم. هر رئیس جمهوری رعیت فقیر داره، رعیت مسکین داره، رعیتی که در غرق مشکلات هستند داره، ولی اگر او توجه نکرد به پیشگاه الله سبحانه و تعالی فردا پرسان می شود. و همچنین وقتی که نگاه می کنیم اکثر حکام فرزندانشان خارج از کشور مصروف درس و تعلیم هست، فرزندان خود را در کشور خود مصروف و مشغول درس و تعلیم نمیدهند، پس وقتی فرزندشان بره به راحتی به کشور دیگر مصروف درس و تعلیم باشه، چگونه این رئیس جمهور از حال فرزند این کشور، از حال ملتی که در این کشور مصروف درس و تعلیم هست، چگونه واقف می شود؟ وقتی که نگاه می کنیم بالاترین معاش، معاش یک رئیس جمهور، یک حاکم و بالاخره یک کسی که زعیم و حاکم جامعه قرار گرفته، خب بالاترین معاش را داشته باشه، از حال او انسانهای بیکار، او انسانهای فقیر، او انسانهایی که برایشان کار و درآمد مهیا نشده، از حال اونها چگونه واقف میشه؟ به هر حال سیدنا عمر گرسنگی میکشید تا از حال گرسنگان واقف بشه. سیدنا عمر رضی الله عنه به فقر تیر میکرد تا از حال فقرا واقف بشه. سیدنا عمر رضی الله عنه از تواضعی که داشتن حتی به الاغ سوار میشد که دیگران هم متوجه باشن که یعنی عمر هست، سوار الاغ هم میشه، گاهی بر شتر سوار میشه، گاهی پیاده راه میره. سیدنا عمر رضی الله عنه بعضی وقت در بازار یک کیس را بر شانه گذاشته و بر بازار حرکت می کردن تا دیگران متوجه بشن که او کسی که خادم هست، او کسی که خدمتگار هست، او کسی که کارگر هست، از کار خود و کارگری خود ننگ نکنه و این را عیب نشماره. سیدنا عمر سر تا پا برای جامعه خود اسوه و الگوه بود. اما امروز وقتی که ما میگیم چرا امت اسلامی فقیر شده، چرا امت اسلامی تک تک شده، چرا امت اسلامی پارچه پارچه شده، چرا امت اسلامی امروز به سمت سوی دیگر روان شده، به اینه که حکام امت اسلامی اکثرا غرق خواهشات نفسانی خود شدن، غرق هوا و هوس خود شدن، غرق بالاخره او تجملات دنیوی شدن و امت اسلامی تبدیل شده به یک گله بدون چوپان، تبدیل شده به یک گله بدون رهبر، گرگ صفتان از هر طرف آمدن امت اسلامی را پراکنده کردن و امت اسلامی را می دارن. پس اگر یک نگاه بیندازیم به عدالت سیدنا عمر در زمان خلافتش و حکام امروزی که دم از محبت سیدنا عمر میزنن، مقایسه نمی شود. الله سبحانه و تعالی همه ما
پیرو واقعی سیدنا عمر بگرداند. الله سبحانه وتعالی برای حکام و برای مسئولین و برای زعمای کشورهای اسلامی توفیق بده که راه و روش سیدنا عمر را تعقیب نموده و از زندگی سیدنا عمر درس بگیرن و زندگی سیدنا عمر را، سیاست سیدنا عمر را، عدالت سیدنا عمر را، مساوات سیدنا عمر را و تلاش سیدنا عمر را و توجه سیدنا عمر را که نسبت به رعیت داشت برای خود سرمشق قرار بدن. خدای تبارک و تعالی عدل و عدالت و مساوات را بین همه امت اسلامی عنایت بفرمایه انشاءالله. تا برنامه بعدی که ارتباط به تواضع سیدنا عمر هست و ارتباط به این که آزادی در حقیقت در زمان فاروق اعظم بود، در زمان خلفای راشدین بود، در هیچ جای دیده نمی شود، بیان خواهد شد. موفق و پیروز و سرفراز و سربلند دنیا و آخرت باشید. و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. مقام في الدرى صعب المنالي بلوغ رقيه شبه المحال رفيع دون رفعته الثريا ودون بهائه بدر الكمال مقام في الدرى صعب المنالي بلوغ رقيه شبه المحال رفيع دون رفعته الثريا ودون بهائه بدر الكمال له آل